هلو سوزامن سلام به همگی امیدوارم که حالتون خوب باشه دومین داستان از سری داستان های دوولینگا حتما واسه حمایت از کانال ویدیو رو لایک کنید و چنل رو هم سابسکرایب کنید خیلی ممنون میشم خب عنوان داستان ادی د آتست ادی د دکتر ادی میشه یه جوری ادی د دقت کنید ر اینجا خونده نمیشه ز هم صدای ت و س کنار هم خونده میشه ارست ارست یعنی آقای دکتر ادی در ارست ادی آقای دکتر یا دکتر ادی ادی در ادی آست. است ام سوپرمارکت خب ادی اسم این شخصیت و این خانوم هم این فخاو یه خانومیه که اسمش رو نگفته اینجا میگه که ادی است ام سوپرمارکت دوباره اینجا خونده نمیشه اینجا هم خونده نمیشه زوپا مکت یعنی سوپرمارکت ام یعنی توی داخله ادی هست توی سوپرمارکت ادی است ام زوپا مکت اینه الگانت فراو کم تو ادی اینه الگانت فراو کم تو ادی فراو یعنی یه خانوم حالا یه ای خانوم الگانت یه ای خانومی که خیلی ظاهرش قشنگه یا مثلا خوش پوشه کمت هم از فعل کومن میاد یعنی اومدن حالت سام شخصه یعنی میاد تو ادی تو هم یعنی به سمت پس کمت تو یعنی میاد به سمت ادی اینه elegant فراو کمت تو ادی این کمت هم کمت نمیگه ها یه او بین او و آ هستش کمت کمت تو ادی هلو خب سلام میکنه با یک نگرانی هلو اوه هلو و ادیه میگه او هلو ا سلام انشولدیگون سنت سی و میگه که انشولدیگون انشول یعنی ببخشید انشولدیگون سنت سی آرست سنت سی سی با اس بزرگ یعنی شما زند هم که یعنی هستید آیا شما دکتر هستید؟ آرست. دقت هست کنید که آخر کلمه اومده صدای ت میده. زند زی ارست شما دکتر هستید انشلدیگن زند زی ارست وس ایش؟ اه اه... خب عدیم اینجا میگه وس چی اش من دقت کنید آ با ا تا با دوتا نقطه یا املاوت صدای اه میده و اچش هم خونده نمیشه خب اینجا نکتهی که آلمانی رو میخوام بگم چجوری بگیم زبون میچسبه به سخت و همون شه خودمون رو میگیم ای، ای. خب میگه چی من واس ایخ یا ای. بن آرست خب اینجا دیگه دروغ میگه میگه یا آره یا ایخ من ایخ بن بن یعنی هستم آرست آره من من دکترم آره یا ای. بن آرست Sehr خب اینجا باید زه میگفتش حالا صدای سه داد ولی همیشه صدای زه میده زه گوت زه تو این داستان خیلی تکرار میشه یعنی خیلی اچش خونده نمیشه آره آخرش هم صدای ا میده ز زه زه یعنی خیلی گوت هم خو... یعنی خوب یعنی خیلی خوب یا چه خوب سه ادی است کین آرست راوی میاد میگه بابا ادی دکتر نیست ها. دکتری نیست ادی است ادی هست کاین ارست کاین اسم ها رو منفی میکنه و کل جمله منفی میشه دکتری نیست هیچ دکتری نیست کاین پس معنی هیچ میده ادی است کاین ارست ادی است کاین ارست ich bin sehr reich خب ادی دیگه شروع میکنه به پوز دادن میگه که بین زیاد غیش دقت کنید که آلمانی توش هست و غ رو باید قلتان بگید توی فارسی ما غیر رو قطع میکنیم میگیم قه ولی توی آلمانی غ رو باید قلتان بگید غ حالا معنیش یعنی چی همون ریچ توی انگلیسی میشه ینی ثروتمند غی زا غی گفتیم زیاد توی این داستان کاربدر زیاده یعنی خیلی قبل از صفت میاد میگه من خیلی ثروتمندم ich bin sehr reich mein haus ist groß خب راجب خونش میگه هاوس هاو دقت کنین ای و یو صدای او میده هاوس که همون هاوس انگلیسی میشه خونم است گروس خیل... خونم بزرگه این میبینید اون علامت رو که مثل بی انگلیسیه است ست بهش که همیشه صدای سه میده گوغوس بزرگ خونم بزرگه من هاوس است من است خب دیگه نمیدونه داره چی میگه همت یعنی پیرهن همت د آخر کلمات آلمانی صدای ته میده هم که بالا گفتیم من همت پیراهنم است زیاد هایا زیاد یعنی خیلی و هویا ای و یو توی آلمانی صدای اوی میده توی و ای و آر آخر هم که گفتیم 90 درس از صدای ا میده تویا. تویا گرون میگه که پیرهن هم خیلی گرونه ها من همت است خب این خانوم میگه اوکی باشه بابا ابا ولی آخه ولی آخه ابا باز ببینید ای و آر صدای ا میده ولی خب این من braucht jetzt اینن Arzt. من یعنی یه مرد دقت کنید اینجا آرتیکل این رو داریم آرتیکل اینن و این بالا هم آرتیکل اینه آرتیکل یعنی این حرف اضافه خب اینجا ببینید حرف اضافه یه و نکره هستش چون که خانوم هستش باید آخرش ا بگیره اینه اینجا راجع یه مرد صحبت میکنه پس همون این میشه چون که مذاکره و اینجا هم مذکر در حالت آکوزاتی یعنی مفعولی هستش پس این من یه مردی بغاوخت نیاز داره بغاخت رو بر میداریم یه ای این میذاریم مستر فعل به دست میاد بغاخن یعنی نیاز داشتن حالا چرا اینجوری خونده میشه؟ این سی او اچ صدای خ میده و یو که گفتیم صدای او میده و اینجا ر این آری که اینجا بینید صدای غ میده غ غاخت غ... و یه ب میذاریم اولش بغاخت نیاز داره یه مرد نیاز داره یتست الان اینن اتست به یک آ... به یک پزشک به یک دکتر نیاز داره یه مرد بس من؟ خب اینجا دیگه جا میخوره ادی میگه واس چی و است در من دی من یعنی مرده دیگه الان شناخته شد اینجا این من بود دیگه الان میدونیم رو به کدوم مرد صحبت میکنیم شد در من و است من کجا هست اون مرده و هم یعنی کجاست است؟ اس دروبن و دی میش است خب خانم میگه که بابا اونجاست کنار جایی که شیر شیر هست ea برمیگرده به دمن اون است اون هست ده یعنی اونجا کلمه ده یعنی اونجا دروبن دروبن دقت کنید این آخرش بن و این یو با دوتا تا املاوت صدای او میده او دروبن این ر هم خب صدای غ میده دروبن حالا در دروبن یعنی چی یعنی با اونجا تاکید داره میگه اونهاش اونجا ایا است در دروبن و دی ملک است خب یه نکته بگم وو اینجا چون که توی حالت سوالی یعنی کجا ولی و اینجا چون سوالی نیست یعنی جایی که جایی که دی ملک ملک همون ملک انگلیسی میشه شیر جایی که شیر هست قفسه های شیر منظورشه جایی که شیر هست شنل در من است زیر خب کلمه شنل یعنی زود تند سری زود باش سری دامن مرده است زیا زیار رو داشتیم یعنی خیلی خنگ خب دقت کنین ر اینجا صدای خ میده خنگ خنگ یعنی مریض میگه خیلی مریض مرده ها oh, ایدی هم او نایم و ادیه میگه او نایم ای وای نه نا. او نایم ادی سیت این frau او er läuft zu ihr خب ادی زیت زیت از فعل زین میاد یعنی دیدن ادی میبینه این فخاو یه خانوم رو ایا دقت کنید اینجا اچش هم خونده نمیشه ها زیت ایا منظورش ادیه ادی اون لوفت از فعل لافن میاد یعنی دویدن سو هم یعنی به سمت میدوه به سمت ایا ایا برمیگرده به کی این فخاو میدوه به سمتش توی این داستان حالت داتیو داتیو هم یاد میگیرید حالت آکوزاتیو رو توضیح دادیم حالت داتیو هم اینجا هستش مفعولی غیر مستقیم یا بعد از حروف اضافه منظورشه سو یعنی ب و ایا یعنی همون توی فارسی میگیم به سمتش اون شه منظورمون اون خانومه هستش و اینجا میشه ایا دقت کنید اش خونده نمیشه رم صدای ا میده ایا ایا پس ایر لایفت سو ایر اون منظور شدیه میدوه به سمت اون خانومه میدوه به سمتش هلو سی Ärztin? ایش brauche Hilfe. خب سلام میکنه هلو انشول دیگونگ ببخشید زنت زی zi بالا کلمه ارتست رو داشتیم یعنی آقای دکتر و خانم دکتر دیگه کلمه شیده فرق میکنه اوملاوت رو داریم با اغ یا آر و رو هم صدای ا میده ا ا حالا زه, زه هم که میگیم تس و آخرش هم میگیم تن ایتتن یعنی خانوم دکتر میگه که شما دکتر هستید و یه خانوم میگه زنزی ایتتن اش بغوخه هلفه بغوخه رو بالا داشتیم یعنی نیاز داشتن بغوخه Man niaz daram man be komak niaz Hallo Entschuldigung sind sie Ärztin Ich brauche Hilfe Nim sorg Fragen 1 Wo ist Eddie er ist im Supermarkt und wie Supermarkt 2 Was passiert dann auf der اینه الگنت فخا یه خانوم خوشبوش kommt تو ایدی کامت تو ایدی میاد به سمت ایدی اونت و شپخیت شپخیت یعنی صحبت کردن دقت کنید این ری که بعد په اومده یه چیزی بین خ و قه هستش شپخیت میت ایم با اون این کلمه ایم هم مهمه اچش خونده نمیشه حالت داتیو هستش باز یعنی بعد از حرف اضافه اومده یعنی باهاش با کی با منظورش ادیه پس منظور او مذکر هستش در حالت داتیو یعنی مثلا بعد از حرف اضافه سوم هستیم دغای است ادی این آرست آیا ادی یه دکتره نه این است کاین آرست نه بابا اون دکتری نیست که پس کلمه کین یعنی هیچ که چیکار میکنه اول اسمو منفی میکنه و بعد کل جمله رو فیا سال چهارم و غم لکت دقت کنید این جی صدای که میده اینجا این یو او املاوت هم صدای او میده لوکت و غم لکت ادیدن دن یعنی خب پس پس چرا و هم یعنی چرا خب پس چرا ادی لوکت دروغ میگه ویل چونکه که اون er, دی خانومه رو به این دروکن ویل ویل یعنی میخواد و به این هم یعنی تحت تاثیر قرار دادن به تحسین واداشتن چون که اون قصد داره خانومه رو تحت تاثیر قرار بده پس تلفظش به این تو انگلیسی میگیم impress شماره پنج فنف ومت پخلت ادی خب به کلمه اول پخلت نگاه میکنیم اجش خونده نمیشه پخلت رش هم یه چیزی بین خ و هستش پخلت و این تی و اگه برداریم ای این بذاریم خود فعل اصلی به دست میاد مستر فعل پخلن یعنی پوز دادن فخر فروختن ومت هم یعنی به چی به چی ادی پوز میده فخر میفروشه؟ و اینجا هم گفته ایم از روش اون پلت پوز میده فخر میفروشه مت با زینم گلت گلت یعنی پول به پولش مینازه زینم هاوس به خونش مینازه و زینم همت و به پیرهنش پس دقت کنید اینها این, ها، این زنم ها هر ستاشون در حالت داتیو هستن چون بعد از حرف اضافه اومدن بسیار عالی سوال بعدی سوال ششم زکس وی است ادیس هاوس خونه ادی ای چطوره اس است گروس بزرگ شماره هفت زیبن Wer braucht هلفه Wer braucht هلفه کی نیاز داره به کمک این من بغاخت هلفه یه مرد به کمک نیاز داره شماره یه هشت اخت و غم چرا ویل چون که اون آقای زیا خانک است خیلی مریض هست خب یه نکته راجبه ویل بگم هر موقع ویل استفاده میکنیم فل رو پرت میکنه آخره جمله فعل کمکی البته فعل اصلیمون نه فعل دومی خب شماره نه ناین و است کجاست این مرد و است من؟ و در جواب و دی ملخ است پس اینجا و یعنی کجاست این و دومی یعنی جایی که جایی که دی ملخ است جایی که شیر هست و سوال دهم ده سن Wie fühlt sich ادی am Ende؟ am Ende یعنی در پایان در آخر در آخر چطور ادی فیلت زیه احساس داره؟ چه احساسی داره؟ چطور احساس میکنه؟ خب فیلت uh, در اصل چی بوده؟ فیلن بوده اچش هم خونده نمیشه زیه فیلن یعنی احساس داشتن مستر چطور احساسی داره در آخرش ادی؟ یا است wirklich... نروس نروس یعنی مسترب و ورکلش هم یعنی واقعا اون واقعا مستربه به پایان داستان رسیدیم و تا داستان بعدی آفید از این خدا نگهدار